چطوری بچه ها؟ سوانیک شو و خوش اومدید به یک ویدیوی خیلی خفن و پر از آرامش دیگه. امشب قراره بریم آرتیستای خفنی که داخل اینستاگرام جدیدن وایرال شدن. میدونید که ما هر چند وقت یه بار میایم ریویو میکنیم، ریاکشن میریم و هم حمایت میشیم، خودمون کلی عشق میکنیم و امشب اومدیم یه پارت دیگه ببینیم پر از آرامش، پر از آرتیستای خفنه. حتما از آرتیستامون حمایت کنید، حتما آیدیشون میاد رو صفحه بری تو پیج رو سلام بهشون برسونید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. برای 20000 تا ما رو 20 تا گیتار بهتون قرعه کشی کنم. دوست دارم عزیزم. بودو بریم سراغ یک ویدیوی زیبای دیگه. نفر اول خانم سبا بالچی فکر میکنم اسمشون رو درست خوندم، ولی خب بریم بشنویم. نایس. چقدر خفن بود، باورم نمیشه اصلا. یه جوری ببین بچه ها دیگه جدیدن، کسایی که حالا ما داریم میبینیم و ریاکشن بهشون میبینیم، دارن خفن اکسنت مثلا انگلیسی رو میخونن اصلا. یعنی خیلی سخت میشه تشخیص داد که مثلا ایرانی، چون قبلا اصلا این شکلی نبود که ایرانی ها اینقدر خوب و خفن بتونن اکسنت انگلیسی رو در بیارن و خوب صحبت کنن یا مثلا بتونن بخونن. و 100% یکی آهنگ انگلیسی میخون میفهمید ایرانی اگه مثلا یه لهجه ای داشت و اینا، ولی الان واقعا خیلی خفن شده و تشخیص اینکه ایرانی یا نه خیلی سخت شده. خیلی خوبه واقعا، نشون میده هرچی نسل داره میره رو به جلوتر داره خفن‌تر و با کیفیت‌تر میشه و بچه‌ها قشنگ مستعد کارهای خفنن. بریم یه کار دیگه بشیم، چه آدم خفن رو بریش. آفرین. اگه شد بدی بهت رفت و شد غریبه. نایس. زندگی همینه، یه روزی تبدیل به نفرت میشه بهترین هست. چقدر خفنه. زندگی همینه، هممون یه رو میریم پت تو جدی نگیرش. زندگی همینه، قرار نی بیبی که بخندی همیشه. زندگی همینه، پاشو واسو پس برخص به خیال هرچی خاطر است. دستامو بگیر بذار واس خوب شه حال من یکم. پاشو واسو پس برخص به خیال هرچی خاطر است که هست. دستامو بگیر بذار واس خوب شه حال من یکم. اگه شد بدی بهت رفت و شد غریبه. خفنه. تازه نوشته اینج آخرش قرار بود کات بشه، خدا رو شکر واقعا کات نشد. خیلی خفن بود. و پرام خانم سبا چقدر خفنه صدات، واقعا هم فارسی خوب میخونی هم انگلیسی و این خیلی خفنه. بوم بود جدی. خانم سبا امشب چه شروع قوی داشتیم. بنازم شما رو بهو بهو بهو. نفر بعدی بریم چه خبره. امشب که قوی شروع شد، استارت زیبایی رو داشتیم، حالا بریم برای ادامه کار بریم چه خبره. نفر بعدی خانم شکیبا آندرلاین میوزیک بشنویم. ناگهان آمدی نایس. در جهانم یه روز بحبت. یاد تو در دلم در خیالم هنوز. ناگهان عشق تو در وجودم نشست. ما بقی هرچه بود در درونم شکست.
شکم. چقدر خفنا، با تسلط. یه کامنت خیلی باحال دیدم و واقعا قشنگ و درست توصیف کرد صدا. نوشته صدات که اومد یه سری تیله های خمیری نرم از هندزفری وارد گوشم شد، رفت تو مغزم، همه جاشو بنام شو بگه. چقدر خفن، چه قشنگ تصویر کشید، واقعا همچین وایبی داشت، خیلی خفن بود. خانم شکیبا چه صدایی، چه تسلطی، به 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 به. ایشون خیلی آشناست بچه‌ها، هم اسمش هم صداش. من فکر می‌کنم برم پیجش، شکیبا نامی بود قبل، من پیجش رو فالو میکردم قدیم و قبلا، که میگم شاید 5-6 سال پیش یا 7 سال پیش، که آره همیشونه که نصف صورتشون معلوم. بله بله، خیلی قدیمی ها بچه، الان تازه دوباره شروع کرده فکر کنم، یه مدت هم نبود. بله خیلی خفن، آفرین خانم شکیب، چه صدایی، به به. بشنم یک کار دیگه. چشات ساختن از این آدم یه یاقی دیمونه، که رفتی حالم و بعد تو هیچ ساقی نمیدون. بابا چه کنترلی، میشه تو لحظه ها گم شد، نشد دور نه تو این نورم بری تاریک این خونه، عاشق شده این دل بگو تو میرسی که منم میشه مستم، آینه که فردا بابا هست. چه صداهایی، چه شبی شروع شده شب اوا. بچا حمله کنی به پیج خانم شکیبا، و خیلی خوبه که ایشون شروع کرده دوباره میخونه. فکر کنم یه مدت نبودن ایشون، من گفتم قبلا میشناختم فالو میکردم، اینجوری بود که نصف صورتشون معلوم بود. بله الانم که ظاهرشون ایشون دادن، به به، خیلی هم خفن. امیدوارم که موفق باشی خانم شکیبا، هر جا هستی بتره کنی، بنازم به این صدا و کنترل و تسلط. آدم تسلط یه سری از این خواننده ها رو میبینه واقعا لذت میبره. من بیشترین حس خوبی که میگیرم از اینکه بلدن، یعنی مثلا خیلی ها رو میبینم انقدر تسلط رو صداش داره، این حس اعتماد به نفسشون آدمو به پرواز در میاره. خب بریم نفر بعدی. نفر بعدی کسی نیست جز خانم کیمیا نقطه خانزادی. بشنویم. آی سیاه زنگی دلو منکن خون، نایش آی تو رفتی کجا، منم چون مجنون. آی سیاه زنگی دلو منکن خون، وای تو رفتی کجا، منم چون مجنون. جمال جمال و جمالک جمال قدوس، جمال جمال و جمالک جمال قدوس، دل تو مختک سینه، وای آروم نمیشینه. الیاسا الیاسا اصلا نمیبازه، توی مرمر سینه بلرزون بلرزون، تو این قرط و کمر چرخ به چرخون به چرخون، تو این مرمر سینه بلرزون بلرزون، تو هی قرط و کمر چرخ به چرخون به چرخون. جمال جمال و جمالک جمال قدوم، چه خفن این کار. جمال جمال و جمالک جمال قدوم، جمال جمال و جمالک جمال قدوم، عشق برام بگویم. جمال جمال و جمالک جمال قدوم، چقدر تمیز این کار رو اجرا کردی بچه. این کار من نمیدونم اثر کی حقیقتش رو بخواید، ولی این کار الان داخل سینمای هند و کشور هند به شدت ترند شده و خیلی خیلی مثلا یه آهنگ دیدی مثلا چجوری بگم هیت میشه، اون شکلی هیت شده، داخل یه فیلم هم استفاده شده. هیچ اطلاعات چیزی ندارم ازش، ولی میدونم یه آهنگ جنوبیه، درست بگم البته حتما صبح بسر اگه میشناسید بگید داخل کامنت که بقیه هم ببیننش، حتما لایک میکنم بیت بالا. خیلی علاوه بر خانم کیمیا خانزادی، از بس دور نشیم، خانم کیمیا خانزادی عجیب و غریب این کارو خفن خون، و این حجم از تسلط و خفن خوندن رو من واقعا تحسین میکنم و دوست دارم یه کار دیگه با افتخار بشنوم با صدای ایشون. چقدر خفن، چقدر تمیز و زیبا اجرا کردی، به به به. بریم.
نوبت بارون رسیدم تو چشات باغ بارون زده دیدم خیلی خفن بود خانم کیمی یعنی من اصلا هیچی نخواستم بگم و هیچ حرف اضافه نمیخواستم بزنم که واقعا لذت بریم میدونم که شما هم لذت بردین از شنیدن این صدا و مثل من عشق کردید از این حجم از صدای زیبا و خفن و درست خوندن این واقعا موضوع مهمه درست خوندن سارم برای نفر بعدی امیدوارم که موفق باشی خانم کیمیا و با امید کنسرتتون واقعا از ته قلب میگم اینو با امید کنسرتتون یه روزی نفر بعدی خانم رهسار روحام فکر میکنم رحصا روحام اوکی بشنوید نایس تو خانم رحسا خیلی خفه خونی و اسمی هم نمیکنی استرس داشتی یاری گیتاریست هم یک کچولی دوتا کرده شهادت من چنیدم اشکال نداره ولی یه نفر آقا یه کامنت بد گذاشته نمیشه حیف این ملودی و شعر که بینانبانی بخونه آقا ایشون خفن میخونه درست بارش هم خوبه درست ولی دلیل نمیشه بیاد به صاحب اثر انقدر توهین بکنید میدونی چی میگم یعنی شما برای اینکه بخواد از یه نفر حمایت کنید نباید یه شخص دیگه ای که خفنه رو تخریب کنید خود بینانبانی واقعا خواننده توامنده یعنی شما کم خیلی اصلا نیست فکر نمی کنم تو سابقه کاریش داشته باشه فالش خوندن یعنی انقدر این خواننده خفن و جوسته و یکی از خفن ترین و با کیفیت ترین کنسرت ها و اجرای لایو داره پیشنهاد میشه حتما برید بچا به زودی قراره یه سری برنامه براتون بذارم خیلی خفنه صداشو در میارم ولی خب شروع میکنم به گرفتنش بار اولش هم میذارم حتما میبینید براتون میذارم خانم رهسا خیلی صدای خفنه و با احساس عشق کردم واقعا امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی ادامه بده موفق و پیروز و رو به کنسرت آقا کنسرتو بذارید کنی. خب نفر بعدی خانوم دیورا جعفری اگه درست خونده باشه بشنویم چشم جادو مال تو دل آهو مال من سر سودا مال تو همه درد مال من همه دنیا مال تو همه صحرا مال من همه عشقا مال من همه فردا مال تو باورم نمیشه همچین سوزی بچه واقعا معدود پیش میاد یه صدا انقدر بتونه سوزناک باشه و به وجد بیاره منو چقدر خانم دیورا باورم نمیشه عجب صدایی شنیدم من الان عجب صدایی شنیدم سرم بازم بشه من بعدی لطفا بعدی سرد و نیم جونم تو دل خزونم شاخه یه تکی دل ساکتم و خاموش با دل سیاه کوش آواره ی دنیا خونه بچه به خاطر کپی رایت نمیتونم بیشتر بذارم ولی واقعا صدای ویژه‌ای داری خانم دیورا چه اسم قشنگی و فکر میکنم ایشون ایرانی نیستن نمیدونم ازبکستانی بچه ازبک ها فارسی صحبت میکنن نمیدونم سوتی دارم میدم میدونم الان تو کامنت کلی بهم حرف بد میزنید و میگی تو چرا نمیدونی اگه ازبک ها هم مثل تاجیک ها فارسی صحبت میکنن بهم بگید ولی اگه ایشون ولی فارسی داره صحبت فارسی داره میخونه انقدرم خفن اگه ایشون ایرانی نیست و انقدر قشنگ فارسی فقط
زبون ایران نیست، تاجیک هام و صحبت میکنن درسته، ولی در هر حال خیلی خفن بود خانم دیورا، خیلی خفن بود، واقعا فوق العاده بود، عشق کردم. نفر بعدی آقای امیر حسین، میوزیک آن دی لاین یا آخرش آن دی لاین بشنوید. ای جان موسیقی خیابونی، به 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 نایس. چقدر زیبا چرا به فکر فرو رفتم و یه کوچولو ناراحت شدم، به خاطر اینکه یه کامنت دیدم خیلی نظرمو جلب کرد و ناراحتم کرد. میشه خیابونام بیشتر از استیج هامون هنرمند به خودش میبینه و متاسفانه بله. و ببین اصلا نمیخوام بگم مثلا استیج هامون خواننده‌ای خوب کم داره، خوب من خوب زیاد داریم، ولی بعدم زیاد داریم، میدونی که مثلا اصلا حق واقعا حقشون نیست که رو استیج باشن، ولی خب اصلا چیزی به اسم هنر و خوانندگی و آرت اصلا معنی نداره، میدونی چی میگم، تو مافیای موسیقی ایران فقط بحثای بیزنسی و پول و یکی از کثیف‌ترین موارد. خب همه جای دنیا همینه، ولی خب اونجا سعی میکنن به تالنت بیشتر ارزش بدن، یعنی پول خرج کسی میکنن که استعداد داره، نه کسی که استعداد نداره. نفر بعدی کسی نیست جز خانم نگین فروزان، بشنویم. نایس. چه وای به خفنی. من منتظر بودم بخونه ولی واقعا فرقی نکرد با یه خوندنی اجرا و خیلی خفن بود. خانم نگین فروزان، شما نوازنده یا خواننده هم هستی؟ اگه نوازنده ای فقط که کارت خیلی فوق العاده بود و واقعا یه حسی اجرای خیلی خفن و احساسی رو به من داد. فکر کنم یه ایشون خواننده هم هست. بچه‌ها به 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 بریم یه کار بشنویم عزیزای دلم. نایس. این کار گروه از شنبه یا همون آقای کوروش زراندوز و دوستانشه و خیلی کار خفنی بود. خانم نگین فروزان و خانم یاس نقطه دی ام آر خیلی خفن بود، لذت بردم. شما یه هنرمند تکمیل هستی خانم نگین فروزان و دوستش، امیدوارم هر جسی موفق باشه بهتری کن، چه صدای خفنی. خب نفر بعدی آقای شان تیا تیونز. اوکی خدا شکر درست بود. آها اگه تنها شدم چه جنس صدای خوبی، خودمه بوده حقم، آره فرق نداره، زخم زبون بزن بهم درد نداره،
خودمه بوده حقم آره. تو همه بچه بازیام و تعمل میکردی با تو مهم نبود از خوردم میخورد چی دردی اچی جای خالی و تو من تو پر میکردی. فرق نداره زخم زبون بزن بهم درد نداره. ببین خیلی خوب بود صداد، ولی اگه بخوام انتقاد بکنم ازت، یه کوچولو تقلید احساس کردم، یه کوچولو فقط، میدونی؟ امیدوارم که اشتباه کرده باشم. ولی خب بریم آقای آی متیب بشنویم. بایست رو ببینم هری پاتر داره آهنگ ایرانی میخونه. وات؟ کسیری پر دادم من تو رو از در تنها گذاشتی از در. اشتباه میکنم بچه ها، هری پاتر خیلی شبیشه، چه صدایی هم داره. من چی میشم پس کشیری پس. نایس. دادم من تو رو از دست، تنها گذاشتی از دست. من چی میشم پس چقدر خفن استش و حرام که چقدر شبیه هری پاتر باورم نمیشه، خیلی شبیهشه بچه. اگه میبینید که واقعا شبیهشه باورم نمیشه. داداش به نازم عجب صدایی داری داشت میتی. به به اوکی، از هری پاتر تره قشنگ معلوم. به درک قلب تو شکست از که من در نمیاد یه قطره صبر و تحمل من یه لحظه همه چی هرکی اومد نصف را برگسته دور من دیواره با یه غله حرف زدم با آدم ها چه سخته عشق من گیتار با یه نغمه حال میکنم با همین تا دسته. بی نظیر، یعنی اصلا نقص نداره داشتم، صدا، تصویر، سیما، همه چی خفن. چه شبی بود امشب، چه عشقی کردیم ما امشب. به به این صدا اصلا ذوق کردم. شبایی که اینقدر صدای خفن میشنویم واقعا به آرامش میخوابم. امیدوارم که شما هم عشق کرده باشی. حتما از آرتیستامون حمایت کنید و لذت ببرید از صداشون. حتما هم بگید که کینگ سیتی اومدید که چی میگن باشه دیگه اسم ما عشق. دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دارم که عشق کرده باشین. شب خیلی خوبی براتون آرزو میکنم زیباهای من. ان شاءالله که خواب خواننده های زیبامونو ببینید. خواب منو زیاد دیدید میشه. خواهی بوست کنم.